اولین اتفاقی که باید بیفته در ایران به نظر من حاکمیت ما باید بپذیره این نظر دیگه اشتباه میکنم اون برای خودش دیدگاهه که تا ملتی ثروت تولید نکنه کار نکنه نه اعتبار دارد نه آزادی دارد نه استقلال دارد هیچ کدوم نه تولید. اگر احیانا دوستان محترمی که اینجا تشریف دارن این کتاب میلتون فریدمن رو شما نخوندید حتما یه رجوع کنید و بخونید اسمش هست آزادی و سرمایه داری خیلی کتاب مهمیه صد صفحه هم بیشتر هست نمیدونم بگردید تو همین کتاب فروشی هست این را معروفیه کنه اشتهای اقتصاد سیاسی و اقتصاد و سیاسی هست بازار هست اگه تونستید انگلیسی رو بخونید اصلی بخونید اگه تونستید چون باز تو ترجمه خیلی مفاهیم از دست میره میتونید شاید بگردید دانلودش کنید هست اینا خیلی هاشون تو اینترنت هست بله فریدم اند کپیتالیسم یا برعکسش کپیتالیسم اند فریدم میلتون فریدم من شما عرض کنم که میلتون فریدمن یه جمله‌ای داره من فکر می‌کنم این نتیجه 400 سال تجربه بشریه یه جمله است عرض می‌کنم و اون جمله اینه میگه که تا زمانی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی تفکیک نشه آزادی متولد نمیشه ببینید ما ایرانی از مشروطه تا حالا دنبال این چیزا هستیم دیگه من بحث اصولم همینه یه اصولی داره این آزادی خواهی آزادی خواهی مساوی با راهپیمایی و میتینگ و ترجمه کردن کتاب نیست یا مبارزه با امپریالیسم که چپا فکر میکردن این راهشه آزادی تو سیستم داخلی هم هست این سیستم رو باید درست کنه وقتی قدرت اقتصادی، قدرت رسانه‌ای، قدرت سیاسی یه جا جمع بشه شما دنبال آزادی نگردید طبیعی نیست این مسئله، غیر طبیعیه اینو باید از هم تفکیک بشه دو تا خبرنگار تو آمریکا باعث شدن نیکسون استعفا بده این آزادی رسانه است هیچ اتفاقی هم نیفتاد اونا هنوز هم هستن دو تا خبرنگار و اینا باید از هم تفکیک بشه تفکیک نشه درست نمیشه این تجربه بشریه تجربه بشری نشون داده که سیاست مدار باید 8 سال 10 سال توی کاری بمونه بعدش باید بره خاطرات شده نیست آقای اوباما یه سال دیگه نازم میشه 57 سال بشه همون شد. اوباما باید بره زندگی کنه، سفیر فرهنگی بشه، سخنرانی کنه و همون شد. دیگه آقای اوباما سمت نمیتونه بگیره. 8 سال، همون شد. این یه بحث جدی حقوقی. پس ما اگر بخواهیم تغییر کنیم یک سری اندیشه هایی رو که بشریت اینا رو تجربه کرده رو باید بپذیریم به نظر من غربی شرقی هم نداره بشریه مثلا بحث سلامتیه تفکیک قدرت سیاسی از اقتصاد استقلال رسانه ها اولویت یک کشور تولید و تولید ثروت اونم توسط بخش خصوصی ما الان 20 ساله تو این کشور داریم بحث میکنیم بخش خصوصی کیه چیه بعد چیکار کنه هی کنفرانس میذاریم هی وزرا میان استادا میان سخنرانی میکنن آخر هم یه کیف به همه میدن میرن بالاخره تصمیم میگیریم بخش خصوصی مهم است یا نیست ژاپن 1890 این تصمیم رو گرفت تموم شد دیگه بحث نداره بخش خصوصی مهمترین نهاد برای تولید ثروت توی کشوره آیا ما اینو میپذیریم؟ نمیپذیریم یعنی در واقع نکته من اینه که ما اون تحول فکری رو باید بپذیریم
اینا تجربیات بشریه. بالاخره ترکیه پذیرفت. شما ببینید این نکاتی که معلوم خدمتون توی نتیجه گیری دارم میگم، ژاپن اینا رو 1890 پذیرفته، کره جنوبی 1960، چین 1980، ترکیه 1985، اندونزی 2005. هر کی بالاخره آمده، روسیه هنوز نپذیرفته. روسیه حالا یه بخشی از حرفایی هم که من زن در روسیه هم صدق میکنه از ذره فرهنگی، یه سری اندیشه ها هست، اینا تجربه بشریه. بعد یه نکته هم من بگم، شاید فلسفی باشه.